بهار سال 2000 میلادی، جوانان خشمگین سربی علیه مردی که معتقد بودند 10 سال از بهترین سالهای عمرشان را از آنها گرفته بود، اعلام مبارزی بدون خشونت کردند. نام این مرد اسلوبودان مولوسویچ بود. اسلوبو مورد علاقه هم مسلکانش در حزب سوسیالیست بود، ولی رفتار آرام وی نیرنگی بیش نبود. در اروپا یک ستمگر خونخوار شناخته می شد، وی را قصاب بالکان نیز می نامیدند. میلوسویچ کشورش را به جنگ کشیده بود، در کرواسی، بوسنیا و کوسوو. وی دست به کشتار اقلیت‌ها و ایجاد اردوگاه‌های زندانیان سیاسی زد. او مسئول ایجاد فقر، بیکاری، فساد، سرکوبی و وحشت بود. میلوسویچ در 1998 اقدام به اخراج اقلیت‌های آلبانی تبار از کوسوو کرد و بیش از 1 میلیون تن را آواره ساخت. خشم غرب از کشتار افراد غیر نظامی در اوائل 1999 زمینه را برای یک بمباران گسترده توسط نیروهای ناتو فراهم ساخت. 78 روز بمباران که 3 میلیارد دلار هزینه در بر گرفت، موجب اتحاد گروهی از مردم سربستان به گرد میلوسویچ گردید. بمباران میلوسویچ را به خروج نیروهایش از کوسوو واداشت، ولی وی همچنان به دشمنی ادامه می‌داد و به لافزنی می پرداخت که پوزه ناتو را به خاک مالیده است. برای میلوسویچ مهم باقی ماندن در قدرت بود و برایش کمترین اهمیتی نداشت که مردم و ارتش چقدر رنج کشیده و صدمه دیدند. به طور قطع بمباران در کوتاه مدت موضع وی را قدرت بخشید. ولی تصور اینکه وی کمترین ارزشی برای ضربات وارده و ارتش قائل بود بی‌معنی است. با این احوال بسیاری در وزارت خارجه آمریکا تکرار می‌کردند که وی در مقابل زور تسلیم خواهد شد. پس از بمباران، هزاران تن از تظاهرکنندگان به رهبری دانشجویان علیه میلوسویچ به خیابان‌ها ریختند. گروه‌های امنیتی به آسانی از عهده آنها برآمدند و با وجود مصمم بودن تظاهرکنندگان و راهپیمایی‌های پی در پی، خطر جدی برای رژیم به حساب نمی‌آمدند. ولی در میان مخالفان، یک گروه تنها به تظاهرات اکتفا نکرد و پایه‌های قدرت میلوسویچ را به تدریج هدف قرار داد. و آن هدف مردم عادی بودند که تا آن زمان از ترس دم از مخالفت نزده بودند. سمبولشان مشت گره خورده و نامشان آتپور به معنای مقاومت بود. آتپور و یا گروه مقاومت تنها 1 سال از عمرش می گذشت، ولی پس از بمباران به سرعت رشد می کرد. آتپور با 1-2 جین از دانشجویان فعال 20 و یا زیر 20 سال دفتر و مرکزی نداشتند و جلسات خود را در کافه ها تشکیل می دادند و با تلفن دستی با هم تماس می گرفتند. تعدادی دستگیر شده بودند و پلیس از نزدیک آنها را زیر نظر داشت. در کشور ما سوابق بسیاری از مبارزات موفق سیاسی وجود دارد. منظورم خشونت نیست، بلکه یک مبارزه زیرزمینی است. ما دارای یک سازمان هستیم، سیستم آتپور. حتی نوع یافتن اعضا و طرفداران جدید نیز مانند پیوستن به یک ارتش است. یک ارتش با یک هدف. آنان تعدادشان کم بود، ولی طوری وانمود می کردند که دارای یک سازمان وسیع هستند و اعلامیه های سیاه و سفید و خشن و رک نمودار هدف بیپردی آنها بود. سیستم را در هم شکنیم، پایداری، به سربستان عشق بورزیم،
آزادی. حضور شعارها و نشانه مشت بسته در همه جا نشانه امکان پذیر بودن مخالفت با میلوسویچ بود. در میان مخالفان تفرقه وجود داشت، زیرا هر یک می‌کوشیدند پس از بمباران‌ها از نارضایی مردم به سود خود بهره گیرند. زوران جنچیک رهبر منظم‌ترین حزب بود، ولی دو دوجین حزب دیگر وجود داشت که مردم اعتماد به آنها را از دست داده بودند. بسیاری از مردم می‌گفتند که رهبران سیاسی فاسدند. زوران جنچیک و کوشتنیتزا را باور نداشتند. به دراشکوویچ و این و آن نیز اعتمادی نبود. و به همین جهت میلوسویچ مدتی طولانی بر قدرت باقی مانده بود. زیرا همه میگفتند خب میلوسویچ نه، ولی چه کس دیگری؟ کسی نیست، ولی اعضای آتپور میگفتند که باید از شر میلوسویچ خلاص شد. این مهم است. فعالان نهضت آتپور برای همه روشن کردند که در پی مقام نیستند. در این حال برای حفظ استقلال و به منظور حراست از نام پاک و اعتبار خیش از پیوستن به دیگر احزاب سیاسی نیز خودداری ورزیدند. ولی به پذیرفتن حمایت و کمک از خارج از کشور هم بیمیل نبودند. اندکی پس از تشکیل آتپور، آنها با مقامات بین‌المللی از جمله آمریکایی‌ها ملاقات کردند. همه به توانایی و ظرفیت این سازمان پی برده بودند. اعضای آتپور تصریح کردند که صرفاً در پی حفظ منافع صربستانند و مایل نیستند به عنوان وسیله غرب شناخته شوند. و ما به این خواسته احترام گذاردیم. اعضای آتپور از همان ابتدا نشان دادند که از هوش و اراده سیاسی لازم برخوردارند و لیاقت حمایت و پشتیبانی ما را دارند. کمک‌های خارجی آمریکا که اختصاص به برقراری دموکراسی در اروپای شرقی داشت به آتپور کمک مالی رسانید. ولی چگونگی عملیات آنها تماماً چکیده ابتکار خودشان بود، مانند کیکی که در سال روز تولد میلوسویچ تهیه کردند. The cake signifies our country which fell apart, like all those pieces of cakes are falling apart and they are eaten by Slobo. در شهر از مردم دعوت می‌کردند از تصویری که برای آینده نقش کرده بودند با تلسکوپ دیدن کنند. Everything we did. سعی داشتیم در کارهایمان قدری شوخی چاشنی کنیم. اگر مردم از دیدن یک چهره خم به ابرو می‌آوردند، پیام دیگری پیشنهاد و راه مثبت و روشن دیگری را تصویر می‌کردیم و به این ترتیب و از راه تبلیغ قدم به قدم از میان مردم عادی به افراد گروهمان می‌افزودیم. سازمان آتپور مردم بلگراد را به جشن شب سال نو مسیحی دعوت کرد. رژیم موسیقی راک را ممنوع کرده بود، ولی راک اند رول که موج پنهانی بسیاری از جنبش‌ها و مقاومت بوده است، نمادی از آتپور شده بود. در نیمه شب به جای جشن و سرور معمولی، اعضای آتپور اسامی و تصاویر کسانی را که در جنگ‌های میلوسویچ کشته شده بودند نشان دادند. زوران رانجلویچ. آنها برای جشن و سرور به اینجا آمده بودند. قبل از نیمه شب ما کنسرت موسیقی اجرا کردیم. و با آغاز نیمه شب روی یک پرده بزرگ صحنه‌های دلخراش مرگ قربانیان، فجایع و آوارگان را نشان دادیم و اعلام کردیم که موردی برای شادمانی و جشن وجود ندارد و
و باید به خانه رفت و تعمق کرد. شرایطی پدید آوریم که محلی برای سرور و شادمانی باشد. یک ماه بعد حزب سوسیالیست پنجمین کنگره خود را برای انتخاب رهبر برگزار کرد. Slobodan Milošević, kandidat za predsjednika Socialističke partije Srbije, dobio 2308 glasova. برجستگان رهبری سربستان بازماندگان سیستم کمونیستی به سبک شوروی بودند که اکنون سوسیالیست خوانده می‌شدند، ولی شیوه های گذشته هنوز پا بر جا بود. و انتخاب مجدد میلوسوویچ چیزی جز مهر دروغین دموکراسی نبود. در همان شب آتپور به تقلید از کنگره ساختگی حزب سوسیالیست یک کنگره نمایشی در شهر برپا کرد. این نخستین کنگره آتپور رهبران احزاب اپوزیسیون را نیز جلب کرد و تنی چند از خبرنگاران هم برای تبلیغ این سازمان حاضر به خطر شدند. Sreće militarizacije otpora. Da, ne, ne, ne. To mi samo time želimo da pokažemo koliko smo ozbiljni i da nećemo odstupiti od svojih zahteva. Znači, najozbiljniji smo mogući i na naše ćemo zahteve pokušati da izguramo na sve moguće mirne načine. Samo to da simboliše i naše jedinstvo. Samim tim što smo postali najproganjanija politička grupacija u Srbiji, samim tim te sile priznale su da je Otpor i sam postao sila. آزار و تهدید پلیس موجب تحریج و پیوستن افراد جدید به گروه گردید. Danas imamo otpor u preko 70 gradova u Srbiji. با ستایش از عملیات خود در سراسر سربستان، آتپور خود را یک نهضت ملی معرفی کرد. ما مانند یک سازمان وسیع عمل می‌کردیم. کنگره را طوری برگزار کردیم که نمایش حضور وسیع ما بود. سپس به سراسر سربستان رفتیم و به عنوان یک نهضت ملی با مردم تماس برقرار کردیم. با آنکه یک گروه کوچک دانشجویی بودیم، به تدریج به یک جنبش مردمی بدل شدیم و همه به ما پیوستند. برای جلب اعضای جدید، آتپور سعی می‌کرد مردم را تکان دهد. آرم مشت، لباس‌های چرمی سیاه و خشن همه جزئی از نماد آنها بود. Ja sam huligan i uličar, što noću ide posebnih titulja i uznemirava javnost lepeći plakate, otpor, jer volim Srbiju. Ja sam narkoman, uživam u slobodi i svakog dana mi je treba sve life i sve life želim. Ja sam izdajnik. Un javanon. مشتاق و آرزویشان برای تحرک بسیار خارق‌العاده بود. ولی بعضی از مقامات در این باره تردید داشتند که آیا حمایت از یک گروه دانشجویی که نماد آنها یک مشت بسته است عاقلانه است؟ منظورم این است که این برای دولت آمریکا قدری ثقیل می‌نمود. ولی به اعتبار کسانی که در موضع مسئولیت قرار داشتند، آنها پذیرفتند که این فکر خوبی است. و اگر با این جوانان به صحبت بنشینید در میابید که نه تنها دیوانه نیستند بلکه مردمی خواستار آزادی و دموکراسی هستند. Uzmite se u pamet vi gospodo, jer đavo je u Srbiji odneo šalu. Prekinite se nasiljem, prekinite se progonima, prekinite se represijom, prekinite se državnim terorizmom. اکنون آتپور با آپارتمانی که والدین یکی از اعضا در اختیار آنها گذاردند صاحب دفتری در بلگراد شد. آتپور یکی از ده ها سازمانی بود که از آمریکا و کشورهای اروپایی کمک مالی دریافت میکرد تا ظرف هزینه های تلفن، فوتوکپی، کامپیوتر و سرویس اینترنت کند. و خواستها و اصول عقیدتی آنها به دو زبان سرب و انگلیسی در آن انتشار یافت. بر کناری بدون خشونت میلوسوویچ، انتخابات آزاد و دموکراسی.
درخواست‌های آتبور مردمی بود و کمک‌های مالی اروپا و آمریکا برای رساندن پیام آنها به دیگران امر محرمانه این نبود. اواخر زمستان کمک‌های خارجی موقعیت آتبور را آسیب پذیر کرد، ولی زمانی که میلوسویچ آن را عروسک غرب نامید، همه دانستند که آتبور به نیرویی مؤثر بود. مردم این کشورها به انجام این گونه همکاری‌ها به طور آشکار مایل نیستند و این قابل درک است، ولی این با یک توطئه پنهانی تفاوت دارد. نقشه‌های دیگری نیز وجود داشت، ولی نه برای سقوط میلوسویچ، بلکه برای ایجاد شرایط و عوامل یک جامعه دموکراتیک. حمایت‌های خارجی تنها مالی نبود. انستیتوی بین المللی جمهوری خواهان در واشنگتن نیز کتاب‌هایی از پروفسور جین شارپ در باره قیام بدون خشونت توصیه کرد و یکی از همکاران بینی سمیناری کوتاه برای آنها ترتیب داد. من برای آنها توضیح دادم که این نیز یک نوع جنگ است و باید به دیده جنگ به این مبارزه نگریست و همون قوانین جنگ نیز در قیام بدون خشونت حکم فرما است. باید طوری سازماندهی کنید که بتوانید قوای خود را در زمان معینی تجهیز کنید. تنها با دفاع کردن موفق نخواهید شد. باید طرح‌های تهاجمی نیز داشته باشید. بنابراین اصول جنگی و مبارزه بدون خشونت یکسان است. این شیوه ها همان اصول اساسی بود که خود ما نیز در حال انجامش بودیم، ولی نمی دانستیم که دیگران هم درباره اش نوشتند. آگاهی از تشابه عملیات و استراتژی های خودمان و آموختن درباره نهضت گاندی و دستاوردهای دیگران واقعا تجربه بی‌نظیری بود. درس واقعی کلونل هلوی در همشکستن قدرت حاکم اکنون بارور می شود. Imate malu grupu na vrhu tog režima koja pod sobom kontroliše razne resurse, razne institucije, razne represivne mehanizme, sudstvo, medije i već sve drugo što može se nabroji. I generalno taj sistem koji se u teoriji zove monolit. I ljudi su gledali u taj monolit i rekli, ali neće se monolit promeniti dok glavu ne odsečete. A to se zove revolucija. I mi smo rekli, ne, otpor je jedan prodemokratski pokret koji ne menja vlast tako što nekomu ceče glavu, nego Srbi su narod koji može da promeni vlast na izborima sada i svaki sledeći put, jer to je dokaz da smo civilizovan narod. Dast kem yek sal be intekhabat baghi bud. Dar in miyan jonbesh Otpor ba istifade az silahay digar be tasdif Milosevic va gostarish nufuz khod edame midad. با وجود پیوستن و آموزش صدها نفر از فعالان سیاسی به آن، آتپور هنوز رهبر و کمیته مرکزی نداشت. با آنکه ملزومات از بلگراد می رسید، ولی اعضای محلی کارهایشان را خودشان انجام می دادند. یک استراتژی هوشیارانه که در صورت دستگیری رهبران در بلگراد مبارزه ادامه می دهد. آتپور روی جوانان این مهره‌های شناخته شده محلی حساب می کرد که بهترین شیوه برای تحرک اکثریت ناراضی در استان‌ها بود. شهرهای کوچک به مراکز مخالفین تبدیل شدند. بلگراد مانند یک حفره سیاه بود و در دو سال گذشته هیچ رادیو و تلویزیون مستقلی در آن وجود نداشت. آنجا همه چیز ساکت بود، ولی در شهرهایی مانند چاچاک، نیش، نوی ساد، کرالیوو و اوزیچه اوزا خیلی داغ و مردم بسیار ناراضی و خشمگین و تندرو بودند. در شهرهای کوچک دختران و پسران کارگران نیروی پنهانی آتپور بودند. آنان تحت حکومت میلوسویچ برای خود آینده ای نمی دیدند و برخلاف والدینشان در مساف آشکار با او چیزی از دست نمی دادند.
در حالی که آتپور شهرها را یکی پس از دیگری به جنبش واداشته بود، رژیم نیز با معمای چگونگی سرکوبی آنان روبرو بود. در 14 می وزیر اطلاعات رژیم در یک مصاحبه و به طور ناگهانی آتپور را مورد حمله قرار داد. Političku partiju i organizaciju greši. Otpor je neofašistička organizacija na tradiciji crvenih brigada i ova država će sa svim svojim strukturama koju i druge države koriste kada su suočene sa terorizmom ovakvih razmera. با تروریست قلم دادن آتپور، رژیم موجی از سرکوبی و بازداشت را آغاز کرد. آتپور از اعمال سرکوبی آگاه و خود را آماده ساخته بود. با هر بازداشتی تظاهر کنندگان بلافاصله در مقابل مقر پلیس و زندان‌ها ظاهر می‌شدند. ما یک سیستم سلسله وار ایجاد کردیم. به محض آن که خبر دستگیری‌ها به دفتر مرکزی در شهری می‌رسید، بلافاصله اعلامیه‌ای منتشر می‌شد. وکلا آماده کمک به بازداشت شدگان بودند و همچنین تعداد زیادی از داوطلبان ظرف 10 دقیقه آماده اجتماع در مقابل مقر پلیس بودند. ایجاد چنین اتحاد و نظم بسیار حائز اهمیت بود. Obraćamo se upravniku centralnog zatvora. Imate 10 minuta da nas obavestite o zdravstvenom stanju uhapšenih. Radojka Lukovića. آنها از ما وحشت داشتند و سعی می‌کردند ما رو تروریست، فاشیست، مجرم و یا معتاد و خلاصه عناصری این گونه معرفی کنند. ولی هنگامی که مردم اعضای آتپور را در شهر می‌دیدند، متوجه می‌شدند که اینها همه جوانان 18-20 ساله و حتی افراد جوانتری هستند که فقط نوجوانند، نه فاشیست یا تروریست، فقط یک عده بچه. بنابراین مهم بود که به مردم نشان دهیم که تبلیغات رژیم همه کاذب و مسخره است. Actually ridiculous. Evo, ponovno smo ovdje direktno uključeni iz predniškog supa. Ja ovdje imam primjerak jednog teroriste. Evo, živ primjerak, njegova bicikla je stradala na granici Srbije i Crne Gore, kao što vidite. Vidim se tu nekih 1,90 m, nosi naočare teroristička organizacija Otpor. Nosi naočare, to znači da mnogo čita, opasno u ovoj zemlji čitati, vodite računa. در نیمه شب 17 می پلیس دست به تظرف بزرگترین فرستنده تلویزیون بلگراد، دو فرستنده رادیویی و توقیف یک نشریه مخالف رژیم زد. با آغاز بامداد شهر دریافت که مهمترین منبع مستقل خبری خاموش شده است. در طول روز هزاران تن از معترضان در ساختمان شهرداری اجتماع کردند. میلوسوویچ هزاران تن از مردم را که پیش از آن هرگز در تظاهرات سیاسی شرکت نکرده بودند به قیام وادار کرده بود. در تمام روز و شب و روز و شب بعد نیز تظاهرات ادامه یافت. با رسیدن ساعت 10 تحمل رژیم به پایان رسید. برای نخستین بار دولت میلوسوویچ مانند یک دیکتاتور واقعی و به شیوه آگوستو پینوشه عمل کرد. Thank you.
بزرگترین اشتباه رژیم وسعت بخشیدن به دایره مردمی بود که زیر سرکوب قرار داشت. این نوع سرکوبی طبعا نتیجه معکوس دارد، زیرا طبق قانون نیوتن هر عملی عکس العملی در پی دارد. با افزایش سرکوب مقاومت مردم نیز افزایش می‌یابد. ده روز بعد اعضای آتپور از ایالت‌های مختلف با راهپیمایی وارد بلگراد شدند. آنها به قصد تحت فشار گذاردن رهبران اپوزیسیون و به منظور پایان بخشیدن به اختلاف و ستیز و ایجاد اتحاد علیه میلوسوویچ به بلگراد آمده بودند. اغلب رهبران احزاب مایل به همکاری نبودند، در این حال نمی‌خواستند که رقبایشان صحنه را در دست داشته باشند. عدم توافق آنها موجب پیروزی میلوسوویچ می‌شد و هدف آتپور اتحاد و همکاری رهبران احزاب بود که دچار سوء ظن و حسادت نسبت به محبوبیت روزافزون آتپور بودند. وجود ما مایه نگرانی اپوزیسیون بود، زیرا آتپور خلأ معمای سیاسی سربستان را که آنها قادر به حل آن نبودند پر کرده بود. آتپور پاسخ سوالات و خواسته های مردم را که دیگران نتوانسته بودند برآورده کنند آماده داشت. ضمناً قوی ترین شبکه نیز به حساب می آمدیم. گسپود لیدری، یا بیان سمالیو ده پریچه تی سامو اکو موشی مالو. بیمیلی آنها حتی از لمس پرچم متحبرانی آتپور نمودار مشکلی بود که آنها از اتحاد و همکاری با یکدیگر در انتخابات آینده علیه میلوسوویچ داشتند. در 27 ژوئیه، 10 ماه زودتر از موعد، میلوسوویچ با اعلام انتخابات همه را غافلگیر کرد. میلوسوویچ با آگاهی از عدم آمادگی مخالفان شدیداً نیازمند تجدید حقانیت خیش بود. او می دانست که موقعیتش هر روز متزلزل می گردد. در نتیجه سعی بر حفظ حمایت باقی مانده از خود داشت. وی حتی حاضر به تقلب و دزدی و برای حفظ قدرتش آماده هر گونه اعمال فشار و زور. هیچ کس به میلوسوویچ برای انجام یک انتخابات درست اعتمادی نداشت، ولی همه تشنه دگرگونی بودند. تحت حاکمیت میلوسوویچ درآمد سرانه از $800 در ماه به $50 نزول کرده بود. موضع میلوسوویچ متزلزل بود، ولی با توجه به پراکندگی اپوزیسیون تقلب و یا حتی پیروزی وی مشکلی نبود. روز اول سپتامبر اپوزیسیون برای مقابله با میلوسوویچ از یک ائتلاف پرده برداشت. گروه‌های خواهان دموکراسی مانند آتپور متحد شده بودند و کشورهای آمریکا و اروپایی نیز به شرط اتحادشان وعده حمایت داده بودند. این ائتلاف مبارزان دموکراتیک سربستان و یا داس نامیده شد. داس متشکل از 18 حزب به حمایت از یک کاندیدای واحد تعهد کرد، مردی که در خارج از حیطه نخبگان سیاسی بلگراد ناشناخته بود. نام وی ویسلاو کشتونیتسا. کشتونیتسا یک حقوق و رهبر یک حزب کوچک سیاسی و طبق آمار به دلیل اعتبار ملی و عقاید ضد آمریکاییش بهترین کاندیدای مبارزه علیه میلوسوویچ بود، زیرا بدین ترتیب میلوسوویچ نمی توانست وی را خائن بنامد. Da ću dati sve od sebe da naša zemlja bude istinska domovina svih svojih građana. Srba, Crnogoraca, Mađara, Muslimana. اقلیت‌های سربستان یک رول کلیدی در انتخابات پر رقابت بازی می‌کردند. آلبانیا، کرواتا و اوستالی.
کشتانیتسا در شهرهای کوچکتر که میلوسویچ جرأت قدم نهادن نداشت فعالیت میکرد. طراحان داس از آمارگیران انتخاباتی و مشاوران سیاسی آمریکایی در خارج از صربستان نیز کمک میگرفتند. آمار حاکی از آن بود که رای دهندگان به دنبال دلیلی برای مخالفت با میلوسویچ و دادن رای برای یک زندگی بهتر در صربستان میگشتند. بنابراین ما تلاش خود را روی فرستادن رهبران سیاسی به میان مردم و تماس نزدیک آنها از قبیل رفتن به در منازل، کوچه و بازار، فشردن دست آنها و این گونه ارتباط ها کردیم. در نتیجه آنها با جلب سیل تبلیغات رسانه‌های محلی آنچه را که در بلگراد از آن محروم بودند جبران کردند. Zanima šta imate? Srbiju pod sankcijama, možda sa sutra nekim drugim bombama, Srbiju koju će se njima presipati, a narodu neće biti, Srbiju koju će državna televizija služiti za to da bude partijska televizija. پیام ما روشن و مثبت و آرزوی ما برای یک زندگی بهتر بود. زیرا ما همه از زندگی و آینده مبهم، جنگ، فشار، سرکوبی و اختناق میلوسویچ به سطوح آمده بود. و برداشت من در طول مبارزات و تماس با مردم این بود که آنها نیز در حقیقت همین خواسته ها و آرزوها را در سر دارند. و مسئله آنها تنها میلوسویچ نبود. پوماژه بوگ، گسپودینه پرزیدنت. کشتانیتسا وعده‌های مثبت می‌داد. ولی مؤثرترین شعار مبارزات ابداعی آتپور بود که بار منفی داشت. گوت ویه، کارش تمام است. شعار گوتاویه با شهامت متعورانه و جسورانه بود. آنها حتی نام میلوسویچ را نیز نمی بردند. فقط می گفتند کارش تمام است. ولی همه می دانستند منظور کیست. و این جمله را بارها و بارها با شعارهایی که یک برندگی خاصی در آن بود و با اوضاع به طور جالبی تطبیق داشت تکرار می کردند. کشتانیتسا جداگانه به مبارزه ادامه می داد. ولی رهبران احزاب دیگر مانند زوران جنچچ خودخواهی و بلند پروازی را به کناری نهاده و به سود وی مبارزه می کردند. حبلداران نماد گروهی بودند که جی 17 نام داشتند، یک کمیته کارشناسان اقتصادی که برنامه حزبی ائتلاف داس را تدوین کرد. برتری اپوزیسیون در پراکندگی ظاهری مبارزاتشان بود. گروه های آتپور، غیر دولتی ها، داست، جی 17 و کشتانیتسا. بنابراین میلوسویچ نمی دانست که رهبر چه کسی است و باید حملاتش را متوجه کدام گروه کند. میلوسویچ تنها دو هفته پیش از انتخابات در نخستین اجتماع انتخاباتی ظاهر شد. وی برای تماس مستقیم با رای دهندگان اولویتی قائل نبود و بر هیچ کس نیز پنهان نبود که حزب سوسیالیست به منظور تبلیغات تلویزیونی با تطمیع مردم آنها را وادار به حضور در اجتماع انتخاباتی خود می‌کرد. ولی تلویزیون‌های مستقل پر از تبلیغات اپوزیسیون بودند. Koštunica. Naravno. Već 10 godina pokušavam da skinem ovu fleku. Verujte mi, sve sam probala. Sada se pojavila nova mašina. Ona ima odličan program koji pouzdano, sigurno i nepovratno skida ovu i slične mrlje. Uzvolite mi... Pa samo tu. Vidite, deluje. Konačno, gotov je.
بخش دیگری از مبارزه که کمتر جنبه نمایشی داشت و شاید مهمتر از سخنرانی‌ها و تبلیغات بود، آموزش ناظران انتخاباتی بود. حمایت مالی آمریکا هزینه آموزش آنها را برای کشف و جلوگیری از تقلب در انتخابات توسط میلوسویچ تامین کرد. برای روز انتخابات جبهه مبارزان دموکراتیک رای دهندگان را مجهز کرده و نهضت آتپور و ده ها گروه طرفدار دموکراسی و حقوق بشر و رسانه های مستقل نیز به صفحه یکدیگر پیوسته بودند. پس از بسته شدن حوزه های انتخاباتی تمام گروه ها نتیجه شمارش را محرموم کردند. بنابراین هر گونه تلاشی برای دستکاری در آرا فقط می توانست از جانب رژیم انجام گرفته باشد. حدود 10,000 حوزه اخصرنگ وجود داشت و حداقل به 30,000 تن برای نظارت بر این حوزه ها نیاز بود. آنها نه تنها این 30,000 نفر را تجهیز کرده بودند، بلکه در یک تلاش خارق‌العاده برنامه چیده بودند که نتایج انتخابات بلافاصله به بلگراد هم شود تا با در دست داشتن نتیجه شمارش در صورت بروز تقلب آن را ثابت کنند. از طریق یک شبکه ایمیل نتایج به مرکز کامپیوتر ارسال کرد. در حالی که همه منتظر جمع آرا بودند، شکی در مورد نتیجه انتخابات وجود نداشت. لکن کسی نمی‌دانست که پس از آن چه پیش خواهد آمد. ما می‌دانستیم که پیروز خواهیم شد. همچنین می‌دانستیم که میلوسوویچ آن را نخواهد پذیرفت. امتیاز ما در این بود که آماده گام بعدی بودیم. یعنی آن که میلوسوویچ شکست خورده و در رد پیروزی ما سعی در ریاکاری و تقلب خواهد کرد. همه در مرکز فرماندهی انتخابات پس از نیمه شب و تا پایان رسیدگی دوباره نتایج منتظر ماندند. آنگاه با صدور اعلامیه‌ای تقلب در نتایج رسمی را غیر ممکن ساختند. تنها یک پرسش باقی بود: چه کسی و چه زمانی مسئولیت دولت را به دست خواهد گرفت؟ و یه روزهای بعد، در حالی که نفسها در سینه ها حبس شده بود، کمیسیون انتخاباتی میلوسوویچ هیچ یک از کاندیداها را موفق به کسب بیش از 50% آرا نشناخت و اعلام تجدید انتخابات کرد. Vi ćete imati najveći zadatak u životu. Ako stvari stoje onako kako ja mislim da stoje, mi ćemo morati organizujemo proteste. Vi ste trenirani da to sprovedete. Vi ste pravili mrežu po fakultetima. Ovo je vaš protest. Sve što se bude dešavalo je vaše. آنها ماها خود را سازمان داده و تعلیم دیده بودند. و اکنون با آزمایش نهایی قیام بدون خشونت روبرو بودند. آیا آنها قادر به وادار ساختن رژیم به کنارگیری بودند؟ جبهه ائتلاف داس و کاشتونیتسا تجدید انتخابات را غیر ضروری اعلام کردند و از مردم خواستند برای اعتصاب‌های عمومی آماده شوند. سه روز قبل از آغاز اعتصاب‌ها، کارگران معدن زغالسنگ کلوبارا در جنوب بلگراد به طور غیر منتظره از کشتونیتسا حمایت کردند. کمیته ای به نمایندگی از طرف 17,000 تن کارگران معدن رأی به آغاز اعتصاب داد و از مردم سراسر کشور نیز خواست که به پیروی از آنها به اعتصاب ها بپیوندند. معدنی که تولید کننده 70% نیروی برق صربستان بود دست از کار کشید.
مردم سربستان بدون آنکه منتظر واکنش میلوسویچ بمانند برای فلج ساختن زندگی عادی دست به یک اعتصاب همگانی زدند. همه می دانستیم که میلوسویچ فقط با حمایت پلیس و ارتش می توانست دوام بیاورد. می دانستیم که اگر پلیس و ارتش را در مورد جانبداری از او دچار تردید سازیم، میلوسویچ دوام نخواهد آورد. بنابراین آگاه ساختن ارتش و پلیس حائز اهمیت بسیار بود. این سمبل یک مخالفت ملی و تمامی مردم علیه میلوسویچ. در حالی که نیروهای انتظامی و ارتش کارگران اعتصابی را محاصره کرده بودند، مردم عادی بیدرنگ به تقاضای فوری کارگران به حمایت آنان می شتافتند. حمایت مردم هشداری بود به ارتش و پلیس از پایان کار میلوسویچ. در شهرهای بزرگ نیز رانندگان تاکسی با حرکت آهسته به یک راهبندان متحرک پیوستند. رانندگان وسایل نقلیه عمومی اتوبوس‌های خود را در میان چهارراه‌های مهم پارک کردند. نیروهای انتظامی سعی در حفظ نظم داشتند، ولی اعتصاب‌ها هر روز گسترده‌تر می‌شد. با شکست در انتخابات و عقیم ماندن تلاشش در تقلب آن، اکنون میلوسویچ یا باید کنار می‌گرفت و یا به خشونت متوسل می‌شد. ما مردم را چنان آماده کرده بودیم که از حمله به پلیس خودداری کنند و به خشونت دست نزنند، زیرا پیام ما این بود که جنگ بین ما و نیروهای نظامی نبود و ما هر دو قربانیان این سیستم بودیم. برابر این دلیلی برای خصومت بین دو قربانی وجود نداشت. ما یکی در یونیفرم نظامی و دیگری در لباس عادی بودیم و هیچ موردی برای خونریزی وجود نداشت. جبهه داس و پیروانش خشمگین و مصر، ولی در این حال صبور بودند و در حالی که اقداماتشان را گسترده تر می ساختند، مصمم به جلوگیری از خونریزی هم بودند. این حائز اهمیت بسیار بود که اعضای رژیم بدانند که چه می‌گذرد، زیرا این یک انقلاب یک روزه نبود، بلکه 10 روز فشار فزاینده و فلج و راهبندان سربستان بود. در پایان کاملا روشن بود که اکثریت مخالف میلوسویچ بود. ده روز پس از انتخابات تقریبا هیچ کس در بلگراد آگاه نبود که نقطه تحول فرا رسیده است. از پیش از آغاز روز سربستان به حرکت در آمده بود و مردم سربستان از هر سوی به قصد پایتخت روان بودند. رهبران کاروانها خود را برای مقاومت پلیس آماده کرده بودند. آنها حتی برای احتیاط و در هم شکستن راهبندان بولدزر نیز به همراه آوردند. در ساعت 9 بامداد یک کاروان به رهبری شهردار شهر چچک، در حالی که لباس ورزشی به تن داشت، جاده را از طرف پلیس کاملا مسدود یافتند. Dobro, hoćemo li mi da preduzmemo akciju da vi ništa se ne mešate?
Vi, vi ste vaše uradili pod naređenja, mi ćemo naš, znači nemoj samo vidjeti. Imate šansu da nam se priključite, ljudi, ja znači, i plomiće kamione bez veze. Evo, recite im da ne lome kamione, znači nema nikakve intervencije, ništa. Kad dođe starešina, sačekajte, strpite se. Ma nema češće, znači, znači, svakog trenutka dolazi, dogovorite se. Jel može tako? Ne, zvolite. Recite ljudima kamione. خسته از جر و بحث، مردم چاچاک خود راهبندان را باز کردند. مردمی که از شهرهایی مانند چاچاک و اوزیچه آمده بودند، آماده هر اقدامی بودند. آنها تظاهر کنندگان شهری مانند بلگراد نبودند که به خیابانها می آمدند و فریاد می زدند و بعد به خانه هایشان برمی گردند. خیر، این مردم برای انجام هدفی آمده بودند و تا انجام کامل آن باز نمی گشتند. نیروهای ویژه ضد تروریست در بلگراد منتظر ما بودند. آنها از نزدیک با ما همکاری می‌کردند و ما هر دقیقه یک بار با آنها تماس رادیویی داشتیم. آنگاه من اطلاعات را به هموطنانم می‌رسانم و به همین شیوه نیروهای پلیس هم به زودی به ما پیوست. در طول صبح معلوم شد که پلیس سنگر و راهبندان ایجاد خواهد کرد، ولی از این سنگرها دفاع نخواهد کرد. کاروانهای جنوب حدود ساعت 11 صبح وارد بلگراد شدند. میادگاه ساختمان مجلس فدرال بود و همه با کاروان‌هایی که هنوز در راه بودند تماسشان را حفظ می‌کردند. قرار بود که در ساعت 3 بعد از ظهر به منظور اشغال بدون خشونت پارلمان به یکدیگر بپیوندند. جبهه مبارزان داس از طریق تماس‌های پشت پرده با فرماندهان از بی‌طرفی نیروهای امنیتی اطمینان حاصل کرده بود، ولی هیچ کس احتیاط را از دست نمی‌داد. ما از عکس‌العمل پلیس مطمئن نبودیم. می‌دانستیم گروه‌های از آنها علیه مردم اقدامی نخواهند کرد، ولی از بخش‌های دیگر مطمئن نبودیم و خود پلیس نیز گیج و آشفته. گروه های آماده ولی بیقرار چاچاک قبل از رسیدن کاروان های دیگر پیشروی را آغاز کردند، ولی به آسانی پراکنده شدند. مسئله‌ای که پلیس از آن آگاه نبود این بود که صدها هزار تن از مردم صربستان به سوی بلگراد سرازیر بودند. کشاورزان و کارگرانی که از آتپور حمایت می‌کردند مصمم به جلوگیری از دزدی آرایشان بودند. ساعتی پس از ورود نخستین کاروان به پایتخت، وقتی اخبار آن به مردم بلگراد رسید، آنها نیز به خیابان‌ها ریختند و فریاد زدند صربستان قیام کرده است. در آن روز باید فقط در یک مکان می‌بود. رهبران داس به تماس‌های رادیویی پلیس گوش می‌دادند و فرمان‌های آنها را برای مقابله با مردم کنترل می‌کردند.
ولی هیچ اقدامی روی نداد. پلیس در حقیقت مایل به انجام کاری نبود. خیلی ساده فرمانها را نادیده گرفته و فقط ناظر آنچه می‌گذشت بودند. و وقتی صدها هزار تن از مردم را در خیابانها مشاهده کردند و دریافتند که هزاران تن بیشتر و بیشتر نیز از سراسر صربستان سرازیرند، وسعت این قیام همگانی را درک کردند. پی بردند که هر گونه استفاده از زور علیه مردم یعنی نابودی خودشان و فهمیدند که چنین عملی مانند شکست آنها به همراه میلوسویچ خواهد بود و نیروهای انتظامی چنین چیزی را نمی‌خواستند. خبرنگاری از حوادث آن روز نوشت: فرماندهان هرگز فرمان آتش به نیروها ندادند، زیرا می‌دانستند که فرزندان آنها نیز در میان مردم. در داخل ساختمان مردم هزاران آراء تقلبی به اسم میلوسویچ را کشف کردند. شکستن چند شیشه و آتش سوزی پارلمان در مقایسه با آنچه در گذشته رخ داده و اعمال میلوسویچ و آنچه کشورهای دیگر بالکان کردند و در مقایسه با بمباران‌های آمریکا در واقع مثل یک بازی بچگانه بود. در جریان اشغال پارلمان فقط دو نفر جان خود را از دست دادند. پیرمردی بر اثر حمله قلبی درگذشت و دیگری در حادثه رانندگی. دو روز بود که کسی میلوسویچ را در جایی ندیده بود، ولی تردیدی نبود که دوران وی به پایان رسیده و مردم قدرت را به دست گرفته بودند. در تمام مدت آنچه لازم بود عدم تهدید به استفاده از خشونت بود که تهدیدی برای پایه‌های قدرت میلوسویچ محسوب می‌شد. و بهترین درسی که آموختیم این بود که اتحاد نیروهای دموکراتیک، ائتلاف وسیع ملی و مبارزات بدور از خشونت خیلی سریعتر از هر گونه طرح پنهانی دیگر به سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری می‌انجامد. عقیده من رمز موفقیت ما به سادگی این بود که ما بیش از آنها به زندگی عشق می‌ورزیدیم. آنها خبر آور مرگ بودند. نفرت آنها، شعارها و کلامشان همه بوی مرگ می‌داد. ما پیروز شدیم زیرا ما زندگی را بیشتر دوست داشتیم. ما به بزرگداشت زندگی مصمم بودیم و شما نمی‌توانید زندگی را به زانو درآورید. بنابراین سمبول ما نهضت آتپور این بود. ما پیروان عشق به زندگی بودیم و به این دلیل پیروزی از آن ما شد.